Pășați-mi și-o la doară, dar bani pe dar toți atât. Pășa John, dar îi fost ziua doră. Dar trebuie să-i pășa John, e... Pășa John, کسیست که اکثر شما بر اون آشنایی دارین دفتر به دو سال اکثر کارهای اداری، مالی و هر چی که بکنین بشجان است دیگر یک قدر زحمت کشیدن و بدون بشجان فکر نکنم کمی پروگرام امکانیتش میداشت که برمزار میشد خدماتی به اندازه زیاد کردن خوشحال هستیم در جمع خود داره میشن پیش از اینکه دیگر دو سال بره نقشه کوتاه میخونم چون نزیر جان اینجا باشه هیچ کسی خانه نمیتونم روحی پاک و جسم سالم بحر ما یک نعمت است پس بیا با کینه و حسرت بیمارش مکن از شکرشان خواهش میکنیم یک توفیه ناچیز و ژورنالیست بزرگ افغانستان که امروز یک سرمایه عظیمی در امریکا با ماست نجیزه جان کریمی که از شروع پروگرام تا آخر با ما بودن خواهش کنیم توفه را از طرف ما قبول کنم نجیزه جان کریمی قالین طلا میگه ارزشش یک چیز است بیا بریم قالین به وافه سوی اختت 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 پاس و پاسه قالین های سرخ و سفید برای یار بردی بی قالین های سرخ و سفید برای یار بردی بی از گفتنی های بسیار با ارزش دکتر صاحب مجدی بسیار زیاد خوش شدیم از فعلا از بشرا جان خواهش میکنیم که ایواردی که برشان در نظر گرفتیم برشان تقدیم کنم دکتر صاحب نفیسه جان مجددی این لوح تقدیر از طرف کمیته نورت امریکا افغان فیزیشنز که تایید دیدیم برشان تقدیم میکنم خداوند با بزرگواریتان قبول کنین و مورد پسندتان واقع شد presented with heartfelt appreciation to Dr. Nafisa Mujaddidi for your exceptional contribution to healthcare and for breaking down barriers. Your journey symbolizes hope, empowerment, and progress. دپارتمنت جراحی اعصاب شبخانه علی آباد قرار داره و شما تولید دیدید تصویر بنیانگذار جراحی اعصاب در افغانستان مرحوم مخور روحان دکتر عبدالحمید رحیمی برای جراحی اعصاب افغانستان عرویشون خوشنود باشن و همچنان تمام استادای ما عرویشون خوشنود و یادشون جلوتان باد فعلا دپارتمنت از اونها خوشبختانه دکتر صاحب خوجا قمدین صدیقی همراه ما تشریف دارن و این رو میخواهیم یک تبکی بودن بنام مختار و عرض سلام خدمت مستقان عزیز و گرامی ما که مقیم اروپا امریکا هستن قرار اطلاعی که دریافت کردم اونا گرده همایی در قرار است را بلزن این نشست و مجمع و جلسه علمی و اکادمیک شام را خیر مقدم میگیم و موفقیت برشان آرزو میکنیم امیدوار هستیم که با استفاده از این فرصت ها زمینه های انتقال تجارب و زمینه های رشد دانش کادر طبی افغانستان را هم
واسفانه از این فرصت ها مساعد ساخته به تانونی دوست بایم. دکتر سب زبان جان مهزاد، اولین جرای اصاب زنده افغانستان که افتخار همکاریتون داریم، دکتر سب این جوان ما. خدمت همه دوستایی که در اروپا و امریکا صدای ما را میشنوند، امید که جلسه خوب و آموزنده و پرکار برای امید باشه. ما از تیم خود دکتر صف شفقیجا رو باعث لیدر خود انتخاب کردیم. دیگر ازشون خواهش میکنم باعث رئیس انمی گروپی که ما هستیم، رئیس میگیم، لیدر میگیم، هر چی که از شفقیجا رو میخواییم که چند دقیقه صحبت کنن درباره اهداف امیگرد همایی و ریونیان و پلانای بعدی که دارم ازشون خواهش میکنم که صحبت کنید. گرانو قدرمنو ملمنو سلام. و دومین گرد همایی دکتران مقیم امریکا و کانادا خوش آمده. پلی دو مردی را خوش آلم خدمونم پلی مو خبر پروگرام تا خراب است. همه ما شما میدانیم که هدف این گرد همایی دید و بازدید آشنایی با دکتران، هم مسلکان، هم صنفی ها، استادان گرامی و رهنمای دکتران افغان تازه وارد در سیستم صحی امریکا و کانادا می باشد. مشتا جان میگه امشب ای فرشته رحمت بلا شدی، خوشگل شدی، قشنگ شدی، خوش ادا شدی، هم از زیارت دو آرزو کنند، مشهد شدی، مدینه شدی، کربلا شدی. خیلی خوشگل زنده باشی، زنده باشی، مرا خجالت میتین نظیره جان عزیز. و ما افتخار بخشیدین که شما آمدین، از پروگرام ما شما گزارش جور کردین، واقعا جای خوشی است. تشکر که مرا دعوت کردین. خواهش میکنم، چطور نیست بر ما وقت گذاشتین، بر ما بسیار کلان گپ است. من دکتر صف شفیق جان فامیلش تقریبا 40 سال است میشناسم، از دورانی که همسایه بودیم، در پامتون بودیم، شاگرد بودیم، همه حواله داشته میشناسم. نام خدا شفیق جان، ما میخواستم که امسال در امریکا و در این محفل خود اونا رو بیارم، همراهشون صحبت کردم. مادرشون رو دیدین؟ بله، چندین دفعه دیدیم از نزدیک، بسیار زن محبتی، زن بسیار. هیچ طور یک زنی که در عدم موجودیت شوهرش که پدر اینا باشه تمام اولادایش دکتر کار ساره است؟ باور کنین یک معجزه است، یک خانم است که بسیار به امریکا ما سوپر وومن میگیم، ما میخواستیم اینجا تقدیرش کنیم. خب دوستای عزیز، دکتر صاحب عبادی یکی از دکترایی است که امشب تجدید خاطرات قدیمیشان کرد. گفت دوستای خود دیدم بعد از یک مدت طولانی باشد که باز بینم دیدار آشنا را تکسب بودیم. سلام نظیر جان، هادی دکتر هادی عبادی هستم. امروز در محفل اتحادی دکتران امریکا از ما دعوت کرده بودند، باز آمدیم اینجا شراک کردیم. واقعا خاطرات گذشته که 35 سال پیش دیده بودیم، یک تعداد دکتر صاحبا را دیدیم. زمین لرزه هرات تکان جدید بود که هم روستایی‌های هرات و بادغیس را لرزاند و هم دلهای هموطنان ما را. وقت رسیدگی به نیازمندان است، به خصوص آنان که زنده مانده و یا تنشان زخمی است و یا روانشان با از دست دادن عزیزانشان و هستیشان. چند قبل اعضای انجمن دکتران افغان مقیم ایالات متحده ای امریکا محفل را راه اندازی نمودند که به بهانه دید و بازدید و راز دل و درد دل راه‌های را برای حل مشکلات افغانستان دریابند. در دیدار من با این دکتران دلسوز و وطن پرست پرس و پال کردم که چگونه تجربه و دانششان را در اختیار دکتران جوان افغان و چگونه از راه دور مریضان جسمی و روانی را مرهم گذاری و تداوی می کنند. هدف تدیر این برنامه گردهمایی افغانان مقیم امریکا و کانادا یک نتورکینگ است، با همدیگه آشنا شدن است و در جمله تقدیر استادان و بزرگان طبابت افغانستان است. در پالش یک راهنمایی بر دکتر صاحبای جوانی که اینجا میآیند که چطور میتونن با سیستم طبابت امریکا و کانادا خود آشنا بشن و وارد شوند، ما در خدمتشان هستیم. بله، حالا که باز کابل برین این تجارب تانه، کابل هم دست طالبا، آرزو دارین که برین یا برای دکتر طالب و غیر طالب اینا اهمیت ندارن؟ دکتر فقط مسلکش طبابت است، خدمت به بشریت است.
چه رقم زمینه رو مساعد بسازه که تشریف ببرید؟ ما از هیچ کس نه توقع نه خواهش داریم، ما فقط کار خود میکنیم که زمینه مساعد شوه، در هر زمان کردیم و حالا میکنیم. کشنده تر در محنت طبیبان است، خوش از درد مرا به شرط آن که بی دوا باشه. میگه منت میتونی اگه اون دفعه مریضو مسلک طبابت همیشه خدمت است، صحت است و طبابت خودش علم است که شرین است و غیر نیکی و خدمت دیگه چیز دو نیست. خیدگاه مرا عاشقت ساختی، به سرم دست نیکه تب دارم، تب عشقی تو روز شب دارم. یک الان تشکر برین که شما گردانم دست بفرمایید. شما چی نامی خدا شیک دکتر سب اینجا؟ ما دکتر نیستم، با انجینیر هستم. خانم ما دکتر است و ما در این محفل بله پیسر چی میکنه؟ پیسر و ابو قدر است که مقصد زندگی پیش بره. بله بله. حالا اگه کابل برین و طالبان بگوی برای امار بلدنگا از شما استفاده کنن میرین؟ در شرایط فعلی نه، سیستم درست در مملکت خوبی سگانه رو باوجود بیارن؟ باوجود بیارن، چرا نه؟ ما فرزند و امو وطن هستیم و باید خدمت به امو وطن کنیم. آفرین، خوش اومد. میگه ای وطن تو زادگاه مردم داناستی، زادگاه جامی و خوشحال مولاناستی، امسنایی و عطار و بوالی سینا هستی. این زمان آوارگان بی وطن یادت نرفت. تشکر انجینر صاحب. فرهاد دریا، هنرمند چیره دست کشور که در اولین برنامه دور همی دکتران سالهای قبل اشتراک نموده بود، نیز در این برنامه باشکوه دور همی دکتران دعوت شده بود، ولی بنابر مصروفیتایی که داشت نتوانست در این برنامه حضور به هم برساند. ولی فردای آن روز دیدار با یک تعداد از دکتران داشت و پیام فرهاد دریا را دکترین شفیقه لایار و دکتر یار محمد برای سایرین وسیله شد. توجه کنید به یک قسمت از پیام فرهاد دریا به این مناسبت. عزیزا اون از زمین هایی که سال 1366 از طب بارست من اوباد و جشن فراغتشان من اشتراک کرده بودم، خواندم، خوب یادتان هست نه؟ من همیشه آن مرسی به عنوان یکی از شاخص ها و یکی از خاطرات بسیار طلایی زندگی هنرم از یادم نمیرم و خاطر مرسی حفظ دارم باشه. خوشبختانه در چند وقت داخل ویدیوهایش برامد. بلکل ویدیوهایش برامد. ویدیوهایش برامد. کسای با کوالیتی تقریبا بعد آمده خوب دیده واقعا فضا همون شب روز همون روز همون روز مثلا یاد آمد که من همون یک آهنگ خیال من یقین من سرزمین من دوره خونده بودم که هنوز ثبت نشده بود و از طرف دولت اون وقت سانسور شده بود. راجعه نشد بمیش نمیدانم. او خواندم چقدر استقبال کردید شما، نباشین، سلامت باشین، گرچونه همه تان آل نامکار داکتر شدیم، طبیب شدیم، امیدوار هستم که هیچ وقت مریض نشیم، که محتاج داکتر نشیم و با امید هستی که آل نمیدانم، اولادا شما به نواستان فکر نمیدانم کس رسیده باشد بعض دوسته ما نواستان دارم، اولادا بسند خیلی فعال بودن خیلی نام بخواهد که اولادا و ثمر برسه باز بعدم بتونه به جشن فراغت اولادا اشتراک کنن، یک زندگی دیگر باز آدم جشن میگیره. مقصد به یاد من هستیم، از به خیاد من نمیرین، محبت های شما همیشه به خاطر من هست. من نتونستم در جشن که شما دیروز دیروز تجلیل کنین تجلیل کردین من اشتراک کنم. برنامه دار شما ساعت دو نیم شب فارغ شدم از برنامه، همین امشب هم قرار بود که قرار است شما اگر شما گفتن دوستان ما ای کاش میتونست من این لازم یک سخت نه سخت لبه داریا؟ نه نه لبه داریا نیست دیگر شوتنگ نگر داشتم او را من به دوستان گفتم تبر کنیم به دارا من پس میایم من دوست عزیز است باید ببینم ای کاش شما میتونست مشتراک میکنم شما را میدیدم بعد خیر من شما را دوست دارم در ذهن من هستیم در یاد من هستیم انشاءالله با امید دیگرهای آینده. تشکر فراد جان، انشاءالله ما شاید هر سال یک پروگرام بگیریم. دکتر صاحب شفیق جان فامیل شد تقریبا 40 سال است میشناسم، از دورانی که همسایه بودیم در پانتون بودیم شاگرد بودیم همه حوالا داشته میشناسم. نام خدا شفیق جان، ما میخواستم که امسال در امریکا و در این محفل خود اونا رو بیارم همراهشون صحبت کردم. مادرشون دیدین؟ بله چندین دفعه دیدیم از نزدیک، بسیار زن محبتی، زن بسیار هیچ طور یک زن که
عدم موجودیت شوهرش که پدر اینا باشه تمام اولادایش دکتر کار ساده است؟ باور کنین یک معجزه است. یک خانم است که به حساب امریکا ما سوپر وومن میگیم. ما میخواستیم اینجا تقدیرش کنیم، مادر دکتر افغانستان، اما تاسفانه امسال آمده نتونستن. سال آینده قول میتین که میارید؟ حتما. واقعا همیست که میگه گرزن نبود چهره دنیا صفا نداشت، شادی نبود این همه شور و نوا نداشت، مادر شما قابل قدر است. میگه دختر گر ندارد نشان از مادر، تو بیگانه خانه شما خانش پسر. بسیار تشکر از حضور گرمتان. شما بفرمایید برنامه تان ایدا مرد شما که عمت خانم نازنین. چطور از برنامه خوب پیش میره؟ با خدا برنامه کلگی بسیار از برنامه خوش هستن. ما راستی خودم افتخار میکنم امیال از خوشی زیاد خودم بسیار در کالای خود جای نمیشم که آدمای محترم مثل شما و دکترای محترم از هر کس که خواهش کردیم آمدن و کلگی بسیار سالای سال تقریبا 30-35 سال بعد یک دیگه خود دیدن، خاطرهای زمان فاکرتر تازه کردن. کلگی را بسیار زیاد خاطرات شیرینی خاطرات بسیار شیرینی زمان فاکلته و دکترها از ممالک مختلف از کل جهان از صدای مختلف امریکا از اروپا آمدن و یک دیگه خود از دیدن یک دیگه شما چی که قلبا یک دیگه رو شد از خوشی گریان میکرد. از خوشی بسیار مبادا که بمیرم با من خبر وصل به یک باره مگوید. و افتخار به مادر شما خانم قمر. قمر جان من میشناسم. افتخار به تو خانم قمر که میگه واقعا زن است که تاریخ جهان میسازه. این زن هاست که تو اولادا تربیت کردن. بیچاره مادرم خب کلگی کسایی که میشن بسیار زیاد زحمت کشتن و تقریبا میاله ده کلگی تشویق میکنه در دورش امرای اولادا و نواسا و نواساش تقریبا هم ده اجده دکتر دورش میکنه. من یک شیر از طرف تو بر مادرت بگویم. آه بگه ساده خود مادر و فدای و الفت تو، قربان تو و محبت تو. واقعا خانم قمر قابل قدر است. شدیم که خودت زحمت به حساب نوری همی محفل ماستید. نام خدا خون برد کن. نه باید دگام بشنین خربانتان. یک علم تشکر بفرمایین. تبریک میگم بر شما باید تشکر. امشب همه خوشگلاجم شدم. به شما نمیرسه خربانتان. همه ما خوشگل شدیم. بسیار تشکر دکتر مقبول. همه چیز مقبول. ما هم کروش بزرگوار گفتار خوش پندار خوش رفتار خربانتان. ممنون. نام دکتر زبی حبیب از فینیکس آریزونا. از آریزونا تشریف آوردید. از آریزونا تشریف آوردید. شما من مسیج ماندید. مسیج یک ماه پیش مانده بودم. خدا سال چنده می دکتریتان است؟ من تقریبا 20 سال 25 سال میشه. تو خیلی جوان هستی. خنده میکنید. گریه میکنم به خدا. گریه میکنم. گریه رو بس که خنده کن. اگه در گریه خنده نکدی در خنده خنده نمیتونی. خندم نمک زندگی. خندم نمک. میگه محبت گر شود پیدا به هر قیمت خریدارم به یک لبخند زیبایت فروشم زندگانی. لبخند هر جاست. چندین هدف داریم. یکی از هدف است که یک دید وادید کنن دوستایی که سابق ندیدن. دوم از یک تعداد دکتر صاحبایی که خدمت میکنن به افغانستان اونا را ما معرفی کنیم و تقدیر کنیم. حالا اگه یک طالب مریض شد و اینجا بیا تداویش میکنیم؟ هر کس که مریض شد تداوی میکنیم. طالب هم تداوی میکنیم مگر با اتوریتی تسلیمش میکنیم که ازش تحقیق کنه. واقعا که امروز تن میهن به میهن احتیاج است. با میهن باش این راه علاج است. بسوزه خانه دشمن بسوزه. بسوزه دشمن میهن بسوزه. سر شب تا سحر بیدار بودم. کنار یار بودم. کنار یار که زخمی شد به سنگر. کنار یار که زخمی شد به هرا. پرستار بودم و تکرار بودم. قابل ذکر است که در جریان این برنامه کمک مالی چندین هزار دلاری از طرف کمیته دکتران امریکای شمالی به زلزله زدگان هرات نیز جمع آوری شد. بله دوستای عزیز، اعضای انجمن دکتران افغان از سرتاسر ایالات متحده و تعدادی از کشورهای جهان گرد هم جمع شدند تا چالش ها، فرصت ها و خاطرات خود را به اشتراک بگذارند. در این گردهمایی دکتران افغان
از چالش‌های زیادی که در افغانستان مردم با آن روبرو بودند یا هستند، از جمله جنگ، فقر و ناامنی صحبت کردند. آنها همچنین در مورد فرصت‌هایی که در خارج از افغانستان برای آنها فراهم شده است، از جمله تحصیل، کار و زندگی در امنیت صحبت نمودند. دکتر نفیسه مجددی که یک تن از پیشکسوتان طب افغانستان هستند، از جمله سخنوران این برنامه بود. خانم مجددی خاطراتشان را چنین بازگو نمودند. حضار محترم و گرامی و مسرکان حاضر و دانشمند محترم دکتر صدیق جان و سایر اعضای محترم دکتر صاحبان افغان امریکای شمالی، السلام علیکم. من در تحت رهنمایی و ارشادات والدین مذهبی مسلمان حقیقی و نهایت روشنفکر و منور در کوچه عاشقان عارفان کابل تولد و در آنجا بزرگ شده. تأکید و تشویق والدین مرحوم ما اماله به تعلیم و تحصیل ما چارپارا بود. تا اندازه ای که خواهر بزرگ ما از طفولیت به مرض گرد مبتلا بود و به خوبی را رفته نمی توانست، والدین ما برای او یک شخص را استخدام کرده بودند تا او را به پشت خود به مکتب ببرد. والدین مرحوم ما تنها در فامیل ما یگانه اشخاصی بودند که دخترهای خود را به مکتب فرستادن. بعد از فراغت از لیسه زبانه توانستم به کمک و تشویق کاکای مرحومم با رضوی دیرینه خود موفق کردیده و شامل پوهنزه طب کابل شد که در شفاخانه مستورات تدریس میشد. پوهنزه طب کابل برای ناس در سال دوم تأسیس بود. در آن زمان نسبت تأسیس سابقه فاکولته طب و ناس ما محصلین خیلی قدرهای زد داشت. سالهای اول، دوم و نصف سال سیوم را با چادری و فاکولته رفته درس خواهیم. در لطیف است از فرانکفورت آمدیم، از آلمان. خوش آمدیم. خوش باشین، همیشه شما رو میبینیم، مصاحبه‌هایتان رو میشنوم، میبینم. بسیار نام خدا یک استعداد فوق‌العاده، خارق‌العاده، مقبول، همه چیز داری، همه چیز داری. ایچونی چرا که چی تو از من ببرم جناب دکتر؟ هیچ رای نزن، همه تو مقبول است. چیز که طبیعت برادم دم نی نی، اینو ما سعی کنیم در سر خود رنگ کردیم، نه هیچ چیز همه تو بس ساموندیم شد. خب حالا نه جدی که اگه سوال مطرح کنم، مداخلای بیرونی و جرایی بینا ساید پکر هیچ خوب ندار، بسیار کس اختلافات داره، خوب نیست. آدم باید امو چیزی که خداوند بر آدم داده با ما قسم باشه. بسیار زیاد تشکر، خوش آمدین به امریکای ما. خوش آمدین تشکر. به واشنگتن میگه خوش آمدی و خوش آید مراز آمدنت. ازار جان گرامی فدای هر قدمت شما بشه. معلوم میشه نام خدا لاغر. چی توصیه دارین برای جوانای امروزی که نان کم بخورن، که ورزش کنن، که به شیپ مثل شما خدا نگاه کنن؟ والا اینا زنین تا نام نشان بده. آه بله، نان چیز بخورن، در اینجا همه چیز هستن، باید رژیم داشته باشن. چیزی که نقص باشه باید نخورن، باید مثلا نخورن. باید مثلا روغن و چیزای وارس میگن، چی میگن در آلمان می چیزا را. خب ما روغن نخورن، گمش که در بت روغن. حالا اگه طالبا بخوایه که برن اون وطن مرهم گذاری کنن، مردم وطن یک عالم تجربه گرفتن، آزر هستین برین همین تبابتتان همین مرهم گذاریتان به مردم؟ چرا نه، چرا نه، ما همیشه آماده هستیم برای افغانستان. اگه خالب مریض نشه متقی پیشت بیاین یا او رو تداوی میکنین؟ هر کس باشد، دکتر باید هیچ تبعیض نداشته باشد. دکتر برش پشتون، تاجک، ازبر، ازاره، هیچ. دکتر انسان باشه، انسان تداوی کنه، برای او هیچ ملیت، قوم، مذهب. دکتر صاحب لطیف میگه از دیودت ملولم انسانم آرزو. دکتران افغان همچنان وعده همکاری با دکتران جوان افغان در داخل افغانستان دادند. دکتر اکرم بابوری یک تن از دکترانی که سالها در خدمت وطن و وطندارش بوده، حتی فعلا که در ایالات متحده امریکا زندگی میکند، گاهگاه از طریق آنلاین یا مجازی با مردمش، به خصوص با دکتران جوان که آینده سازان فردا هستند، گفتگو میکنه و تجاربشان را من ایس یک کادر علمی در اختیار آنها قرار میدهد تا آنها بتانند در آینده دکتران خوبه باشند. میشنویم از دکتر اکرم بابوری. فقط خواهش ما شما نیست که شما مولی شما همه گی ما خزدار وطن هستیم. وطن فعلا ضرورت داره، خصوصا خصوصا با پروفیشنال تیبی. و این رو براتون میگم که امی دولت موجوده که هست، امینا ما برای ما تماس گرفتن و امینا از ما خواهش کردن، حتی شما باور کنین که محترم
مولوی سر یک ماه پیشتر از من خواهش کرد گوبری سر من کمک دوام زیاد را تشکر از اینکه در سیمینار ما اشتراک کرد گفت من یک عالم دین هستم شما فکر بریم من درباره تفاوت لکچر برای شما بتونم یک عالم دین ششتر تا آخر گوش میکنم مالا عزیز اینا وطن دوست دارم گفت برای من دکتر سن انجینرها را معرفی کن ما یک تیم انجینرها را از امریکا برشان معرفی کردیم از ما و یکی از انجینرها دعوت کردن که شما بین افغانستان متاسفم رفتن اتون سم انجینر محمود امینالای محمود از امریکا تشریف بودن یک هفته پیش دوباره برگشتم برای من تلفون کرد میگه به اندازه وزیر تعلیمات عالی و اینا اکسایت شده بودن ما را دوباره گرسم کسیم برادم ما کمک بیشتر در زراحت در انجینری حکومت ها می آید، دولت ها می آید و می آید مردم شهید افغانستان ضرورت را و ما شما عزیز دار از این ناسته برادرها لطفاً و لطفاً و گفتار نمیشن ما بهتون وعده می کنم که شما همکاری کنید به هر اشتی هستید از من خواهش کردم که دکتر وزیر سرطامن دکتر سرگابوری کچ کنی ما کار نمی کنم امارای ما کار نمی کنن با این باید لابرادی گوشنش کار نمی کنن ولی من شما خواهش کنم که یک استرگیزنای افغانستان به خودشان همی درخواست کرد بکن از تکنولوژی ما از اشخاص که در این شد آخو کسی در نامش نسیم اگر شما کسی رو بشناسیم لطف کنیم که کمک کنیم فعلا جمع وجود ندارم اونا امیر قبول کردن که ما عالم دین هستیم و کمک شما ضرورت داریم حتی میگن بیاییم ما امکانات شما برابر نگیریم بیش از 12 سال روزانه در شفاخانه باید باشم و این من 6 سال دیگه هم کارای افغانستان ما از خانم محترم دکتر صاحب رحیمه بابوری که امروز اینجا خودشون سایت رو پتاب اینجاست هستم خلقان تشکر میکنم که ساعت دو بجه شب و یک بجه شب می آیم من به ابرام بیدار شو بخاطر از اینکه طول دکتر صاحب در افغانستان منتظرتان است ما از اینا تشکر میکنم که ما را این کاری کردن و ما همین موضوع را بر مولوی سنگ و مفتی سلام گفتم که اگر خانم شما مریض شود و شما مجبور شوید کوره به شفاخانه ببرید آیا شما روزو دارید که توسط یک مرد معاینه شود یا توسط یک خانم؟ گفت نه شما چی میگه؟ ما برش کسی خانم ما کردم و برش گفتم باور بکنین اونا عین احساساتی که من داشتم اونا با پشتو صحبت میکنن ما با فارسی مرا میگه ورور جانه هر امر خدمتی که در داخل من بسیم فقط یک خواهش دارم لطفا مکاتب و در موضوع تعلیمی را بر روی دختران جوان افغان باز کنیم اگر تقدمی در آینده خانمای شما نزد مردا باید معینه شد و یا به پاکستان باید برن من بسیار تشکر میکنم از آقای شمال آقای زبی از خانم محترمم یک حالا یک جهان تشکر شکر دکتر صاحب بابوری و پریمان جان بابوری از خدماتتان از احساساتتان در مقابل افغانستان و مردم افغانستان کمیته به شکل رسمی در نظر گرفته که شما را به یک پلاکارد تقدیر کنه من این را میخوانم Presented to Dr. Akram Babori in appreciation of his exceptional dedication and significant contribution to the field of medical education, Virginia, September 16, 2023. She's beautiful, by the way. خب خانواده دکتر رو میبینین شما دکتر سه بابوری که در نیویورک میگن نیویورک هستی نه؟ نیویورک کار میکردم و نیویورسی زندگی میکردم نیویورسی و نیویورک هم میگن که دکتر سه بابوری ده ها دفعه رفتی دیگه من باز برای جنرال اسمبلی میرم بسیار. شکر که شما رو دیدم اول مبارکتان باشه تشکر احساس شما قابل قدر است دکتر صاحب همین که از شرایط وطن یاد کردین اینکه کنکشن ایجاد کردین دکتر در هر حالت دکتر است که طالب باشه که گبر باشه که نصارا باشه که این دو مسلمه باشه واقعا صحبت های شما عاطفی بود بسیار عاطفی و بجا بود چرا شرایط فیلیر شرایط دکتر ضرورت داره حالا طالبا که دکتر ضرورت دارین امسرشان اینه برای خانم های شما خود آقای بابوریان برای شما به هر حال دکتر محرم است میگه خوش بود صحبت خوبان که شود محرمشان کور خواهم ز خدا دیده نامحرمشان اما دکتر همیشه محرم راز است و محرم
تنها یا انسان است. دکتر بوبریس متای بسیار عالی کردین. چی گفتنی دارین؟ چی پیشنهادای دارین؟ چی تصامیم یا برنامه‌ای دارین؟ اولتر از این نذیره جان از شما یک جهان تشکر میکنم. ما برنامه شما را از طریق یوتیوب و از طریق تلویزیون همیشه میبینم و شما واقعا با مردم شریف افغانستان وظیفه خود انجام میدین، خدمت میکنین و خداوند بزرگ شما و فامیل محترمتون را عمر طولانی، صحت کامل و اجر عظیم نصیب کنه تا اینکه بتونین به نسل آینده راهنمای ما باشین. در قسمت سوال شما، شما میفهمین ما در سال 2007 استادای پانتون طب کابل مرا دعوت کردن و در حدود 500 شاگرد در ادیتوریم پانتون طب وجود داشتن. اونا یک سوال کردن که در سال 2007 کابل کاملا تخریب شده بود، وقتی شما میدین یک ساختمان سالم باقی نمانده بود، و اونا سوال داشتن و سوالشان این بود که صدمه بزرگی که در افغانستان شما بعد از 25 سال آمدین میبینین، این صدمه چی است؟ صدمه بزرگی که در افغانستان وارد شد، این تخریبات سرکان نبود، تخریبات تعمیران نبود، پلها و برچ ها که تخریب شده بود نبود. مهمترین صدمه که در افغانستان وارد شد کدرهای علمی ما که اونا غیر قابل ترمیم هستن، غیر قابل دوباره جور کردنشان هستن. اونا همه یه وطن ترک گفتن و افغانستان به یک حالت ماندن که امروز شما شرایطش رو میبینیم. اما فعلا در شرایط موجوده امنیت پیدا شده. من همراه دکتر صاحبای تمام ولایت افغانستان تقریبا بیشتر از 10,000 15,000 معسل نرس دکتر به تماس است. اما جوانای ما فوق العاده مستعد هستند، بسیار با استعداد هستند. در این پروگرام ترینینگ رزیدنسی جامیکا هاسپیتال مدیکال سنتر نیویورک ما تقریبا بیش از 40 دکتر افغان از فاکولتی طب افغانستان فارغ شدن، اونجا آمدن رقابت کردن. سه چیف رزیدنت، چیف رزیدنت یعنی اول نمره ما، یکی دکتر صاحب سعادت، یکی دکتر صاحب اجمل یاسین، یکی دکتر صاحب عبدیانی، اینا اول نمره های رزیدنسی ما بودن. در جمله 100 نفر اینا اول نمره شده. این مونا عزیز که جوانای افغان فوق العاده با استعداد هستند. بناهن وظیفه ماست که ما جوانا را تشویق کنیم، راهنمایی کنیم. در کدام صورت؟ از طالب چی میخواهی؟ امیال خود قوت گرفتن، امنیت هم نسبی آوردن، آدم باید حقیقت گوی باشد، قوی سگانه را بیارن، مکاتب رسما واس کنن، دانشگاه را واس کنن. بسیار فرموده شما کاملا درست است. اما یک چیز براتون میگم، امروز اشخاص که ما صحبت کردیم همگیشون امی علاقمند بوده و حتی امروز صبح ما یک میتینگ داشتیم امروز مقامات ارشد وزارت تعلیمات عالی. شما اونا بر ما گفتن که شما به نمایندگی ما از تمام افغان جوانان افغان خصوصا تحصیل کرده کادر علمی خواهش کنین که بیاین وطن، وطن خودتان است، خدمت کنین، هر کاری که کردن میتونین. طالبان در تماس هستین؟ بله. اما کدام مقامش؟ مقام ارشد، یعنی مشاور ارشد وزارت تعلیمات عالی، مشاور ارشد وزارت سطح عامه. و اینا از ما خواهش کردن که شما لطفاً بیاین در داخل افغانستان، ما زمینه را برای شما مساعد میکنیم، از تجاربتان با امرای دکترای داخل افغانستان شریک بسازین تا اینا بتونن امرای شما یاد بگیرن. والا حکومت داری کدام میتونه بفرسته؟ والا خب شما هر چیزی باید نسبی فکر کنین. هر چیز در امیر خاوردن بلا کدن. امیر گفتم نه، اگر شما ببینید در شرایط در رژیم گذشته ما اصلا طرفدار اشرف غنی بودم، اما به اندازه اینا خب به صورت عموم حکومت جمهوریت فساد و رقابت های نامطلوب بین سران کشور وجود داشت، خصوصا سران سیاسی، که اینا افغانستان به امروز گرفتار کردن. فعلا یک حالت به وجود آمده که خودشان ادعا میکنن. من برای شما گفتم من مشاورینشان که هستن جوانای 25 30 سال هستن. من برای شما صبح اونا برای من گفتن که ما عالم دین هستیم، شما دکتر هستین، حتی از من خواهش کردن که انجینر رو هم دعوت کنین. عالم دین حقیقی بودن دیگه. یعنی آدم باید حقیقت بگه، حقیقت بگه، وطن آرام شده و فقط اینا میگن مکاتب رسما واس کنه که غیر رسمی به صورت شخصی و پنهانی در خانه ها و زیر تاکوی ها اینا هنوز هم است. اما این می راه است، چاره باید زیستن، ناچار باید زیستن. میگه کور از خدا چی میخواهد؟ دو چشم بینا. بنان ما شما یک جای شویم تا جدا هستیم انگشتان اوگار ما. گپ آقای بابری، مشت اگر گردیم از آن دندان ها خواهیم شکست. اگر مثل شما همگی یک تصمیم بگیره به هر کاری که همت بسته گردد،
اگر خاری بود گلدسته گردد. این مردم بیچاره باید به افغانستان است که رنج میبرن. اگر ما دوباری سیاست رو که آن تاپ سیاست است که این چارج است، اگر سرزو فکر نکنیم و فقط سر مردم غریب بیچاره برزون ما باید کمک شود. یادتان باشه دکتر صاحب که سیاست مدار نه عاطفه داره نه استیبل یا ثبات بله، فکری داره. اینا به فکر منو بله. حتی هیلری کلینتون گفت که ما نه دوست دائمی داریم نه دشمن بله. دائمی ما منافع دائمی داریم بله. ملت باید پن بگیره پن بگیره. دیگه ما چه خوش هستم که در بین دکترها میگه ای وطن تو زادگاه مردم داناستی، زادگاه جامع و خوشحال مولاناستی، همسنایی و عطار و بوالی سیناستی. این زمان آوارگان بی وطن یادت داره. ما برای جوانای خود یه جوان نازنین can you speak فارسی بچه؟ نه all in پشتو. سه پشتو سنگه ایت خود ایره شکر نه پشتو بیتر بی وفانه یومده مینه طرف داره یوم پیغله دی کابل دی کابل یوم بفاده. Don't tell me something about tonight. It's my first time here. I'm a first year resident. I'm just now getting into my journey of becoming a doctor. دیر چه موجه وینو دیر پرابلمونه در پشورس شروع کیجه او دیر خلق دونی ایژوکیشن در پشور در پاره ندیدیه گره در نور بدن در پاره ایژوکیشن دیر موجه رو با در پشور اقیه دونی شده ندید سا وارم پاقه که دیر خایسته دیر خوب گپم زدی خکلای مقبول هم است تو مقبول هستی که سونت که سایل کده نمیتونه اونو آقا استاد شده ایت میگه مردستی که خایسته ما تمگور جانان لیوانه بشی لیوانه بشی ما تمگور جانان لیوانه بشی اتمن عشقت میگه دیر زیاد مننه thank you very much. شما خانم دکتر بابوری سین ازش قاشقی قصه که گمشی که قگپ دکتری ری چی کنی؟ بسیاری ها امروز گفتن که پشت هر مرد موفق یه خانم موفق است، مگر من میگم پهلوی هر مرد موفق یه خانم موفق است. پلیز امیر همیشه باید داشته باشین که پشت پیش بمانند بله خانم ها همیشه پشت میزنن، مگر واقعا همونطور است تاک زنش هر بگدیه کمک نکنن و در زندگی یک جایی و شریکی خود یک دیگه را سپورت نکنن زندگی درست پیش نمیده. دیگه تو به زیبایی عاشق دکتر شدی یا دکتر عاشق خودت شد؟ خوشما خودتون بگوین که کی عاشق کی شد. بیا دکتر سه بابوری که اینجا گپ خطرناک شد خودت عاشق از خوبرو شدی؟ میگه جان من دل به گل رو خان دادی خوبرو را کجا وفا باشه. حال وفا داره یا نه؟ باشم است. وا چرا که بسیار مقبول چرا که عاشق شده گمش کنه اینا خودشون بوده. نظیر جان ما چی بگیرم؟ اردو باشه قاضی اردو رو میاره تو هم شاید نه ما بای پانتون کابل یک جای بودیم. اکرم جان یک سال از من که پیشتر بودم ما معلم از اینا بودم. ای با شاگرد چودی نه خو خیره دلست دگه خدا نداره خدا نداره عشق هست دگه. خب اینا به قدر علمی جرایی بودن، من اون وقت شاگرد بودم دوره استاجم بود، اما این موضوع فامیلی پیش شد دیگر. تو مقبول بودی حالا که ترس خدا تشکر بودی. تشکر مهربان هستی با سایل کرد دیگه دزم نزی که درس میداد همتون حتما دلش رفت دیگه. بس تو نگفتی تا تو نگاه میکنی کار من آه کردن است؟ ای به فدای چشم تو این چی نگاه کردن است؟ مگر بازی زامت ها مشکلات که ما دیدیم آمدیم اینجا و او دیگه یک قصه بسار دور دراز است. باز بخیر دفعه دیگه که دیده میتونه باز قصه زندگی خود که ما چطور آمدیم به امریکا و چطور شروع کردیم کار در اینجا و چطور به می حالت حال رسیدیم کردوی ما موفق شدیم اردوی ما دکتر شدیم و کارهای خود شروع کردیم او دیگه بسار قصه دیده. شکر به پایم پیر کم پیر شوین. تشکر دیده. خدا صد سال شما را زنده داشته باشه. خورشید نما بس جهانگیر شوین. صد ساله شوین و بعد از آن پیر شوین. تشکر به خیر یک جای افغانستان بریم. تشکر زن مخبول یک عالم تشکر. من فن شما است. خب فنم که هستی شما را جوان نگو که چطور کنم که پیر نشم دکتر. نام خدا نام خدا شما یک گردن پای نام شما یک گلسین که هنوز میگه
تن پیر گشت و آرزوی دل جوانن و اگه پیر پیرم شدم میگه گرچه پیرم تو شب تنگ در آغوشم گیر تا سحرگز کناری تو جوان برخیز. شما پیش از اینکه دیگر دوستان بیان یک شعر کوتاه میخوانم چون نزدیک جانی که باشد هیچ کس شعر خوانا نمیتونم. روحی پاک و جسم سالم بحر ما یک نعمت است، پس بیا با کینه و حسرت بیمارش مکن. از خدمتتون خواهش میکنیم یک تحفه ناچیز و ژورنالیست بزرگ افغانستان که امروز یک سرمایه عظیمی در امریکا با ما هستند مدیر نجدجان کریمی که از شروع پروگرام تا آخر با ما بودند، خواهش کنیم تحفه را از طرف ما قبول کنند. نجدجان کریمی بیا بریم قالیم به بافیم سویه اختر تختر تختر پار را پارتر قالینای سرخ و سفید برای یاری بردی بی قالینای سرخ و سفید برای یاری بردی بی علا یار جان بر خویت ندیدم بدخشان آمدم رویت ندیدم بدخشان آمدم تا شاری اختر مثال کاری بی سویت ندیدم. واقعا این شب بر من خوش گذشت. دکتر سیبا شما سرمایه های معنوی مملکت ما هستید، خدمات زیاد را انجام دادید. شوخی کردم پیشتر با دکتر سیبا گفتم بر سرم دست نه که تب دارم، تب عشق تو روز و شب دارم. این محفل را که دکتر سیب شفیق جان و امراهانشان تمام شما ایمن به خرج دادین و در مورد افغانستان گپ زدین، از طالبان تقاضا کردین که در صورت امکان همکاری میکنین، اینا کلش قابل قدر است. من منعیس یک نامنگار با سابقه قدر کردم، در دل عشق ریختم. میگه ای عشق هرچی ریزم و تزدیده زیر پای بینم که باز بر سر مجدان نشسته ای. وضعیت وطن فلاکتبار است، اما اگر هر کدام ما تصمیم بگیریم هموطن یک قطره من یک قطره تو خاک بیباران چمن کی می شود. هر کدامتانه که دیدم و افتخار کردم تجدید خاطرات قدیم کردم. گوش کو ای جان من تا این سخن یادت نرم، قصه تاریخ این خاک کهن یادت نرم، داستان راک مردان وطن یادت نرم، در کنار بستر حرفای من یادت نرم، گرچه انسانی ولی آدم شدن یادت نرم. قیمتی از هر طرف دیده درایی میکنم، دلار و کلدار هم قدرت نمایی میکنم، زندگی هم با غریبان بیوفایی میکنم، هر کجا پا میگذارم زن گدایی میکنم، کودک تشنه لب آن بیوزن یادت نرم. روز شب دیدم که طفلان در فغان افتاده بود، از خیال نازکشان رنگ نان افتاده بود، گویی که سنگی ستم از آسمان افتاده بود. داستان ناتمام فقر زن یادت نرد. ای وطن تو زادگاه مردم داناستی، زادگاه جامی و خوشحال و مولاناستی، انسنایی و عطار و بو علی سیناستی، این زمان آوارگان بی وطن یادت نرد. گاه گاه یاد آن شبهای پغمانم بخیر، یاد فصل مستی انگور پروانم بخیر، میله نوروز و دربار سخی جانم بخیر، یاد یخمالک زدنهای زمستانم بخیر، جشن استقلال و شبهای چمن یادت نرد. بازار بزرگ رو روان شامشاق واقعا ما داشتیم دانشمنده و شعرها که فعلا هم مثلا با استاد صحبت کردم چی اشعار من بول خواندن قدرش بداریم، همه ما یک جای باشیم، هم وطن یک قطره تو یک قطره تو خاک بیباران چمن کی می شود، تا جدا هستیم انگشتان اوگار ما مشتگرگردیم از آن دندان ها خواهیم شد. ای طبیب ای آن که می سوزی برای دیگران، عامل درمان شوی روزی برای دیگران،
مشعل آسایش خود میکنی کم نور تا شعله آرامش افروزی برای دیگران. شادمان گردی و درمانی چفایق میشوی، داروی هر درد مرموزی برای دیگران. شب نخوابیدن های تو همچون جهاد اکبر است، در دل شب نور می افروزی برای دیگران. چشم بیماران همه بعد از خدا باشد به تو، زان که امید شب و روزی برای دیگران. لایق تقدیر بی حدی خدایت یار باد، چون کنی هر روز نوروزی برای دیگران. در این برنامه باشکوه از کارکردهای یک تعداد از دکتران نخبه که در ادوار مختلف و دشوار تاریخ کارهای عمده را انجام دادند و مردمشان را در عرصه‌های مختلف در گوشه‌های مختلف از کشور جنگ زده مرهم گذاری کردند یادآوری و با آنها جوایز و تقدیرنامه اهدا شد. باید گفت که دکتر شفیقه و بشرا جان دو تن از دکتران جوان در راه اندازی این برنامه نقش اساسی داشتند. برنامه را دکتر شفیقه الدایار آغاز نموده و به مهمانا خوش آمد گفت. در این گرده امایی باشکو دکتران افغان از چالش های زیاده که مردم افغانستان با آن روبرو هستند، از جمله جنگ، فقر و ناامنی صحبت کردند. آنها همچنان در مورد فرصت هایی که در خارج از افغانستان برای آنها فراهم شده است، از جمله تحصیل، کار و زندگی در امنیت صحبت نمودند. قدرتونه میکنم طلبمیش، قدرت پروردگان بیهنی ویران رام، واپس شگوفان میکنم میهنی ویران خود، واپس شگوفان میکنم بعد از این من خدمتی آینده سازان میکنم. قدرتون ای روی خود وقف جوانان میکنم. دکتری و هنر نام خدای گرشته. دشمنان از هر طرف میکنن کشور تبا، آرزوی موشان با خشم توفان میکنم، آرزوی موشان با خشم توفان میکنم، بعد از این من خدمتی آینده سازان میکنم. قدرتون ای روی خود وقف جوانان میکنم. شعر از خودم از با تصریف احمد ولی. چند جیری اجنبی این پیکرت ویران کند، خشم او لادی وطن بر حال تو تغیان کند. چند جیری اجنبی آن امیر باخرت، نامد گذاشت افغان ست تون این لهینان، نامی تو است از نقشه جهان کند، پردیسی دیگه وطن بر حال تو تغیان کند. چند جیری اجنبی نیستان داود و احمد، شاو و شیر شای دلی، کرگسان اجنبی را نقش گورستان کند. دلیل بسیار کلانه که من در اینجا احساس هستم و بر شما گپ میزنم نیست که ما یک فامیل شش نفر هستیم که تصادفاً هر شش ما دکتر هستیم. ما و مرغله یا دوی ما از فاکولتی طب کابل سهار زمان قدیم خلاص شدیم. به یونیورسیتی ماساچوست ما سرچک رزیدنسی خدا خلاص کردم و کریتیکال کیر فلوشیپ خلاص کردم. من دو وقت من چهار تا لون هم داشتم.
مامای مادر ما استاد فاطمه بلکل چی خاطره داره؟ خاطرهای زیاد خوش داریم. بهترین خاطرهش ایست که افغانستان به نقشه یاد ما داد چطور رسم کنیم مربع و مثلث و به میخانیکیت شد دیگه جغرافیه سنف هشتم هم بیخی کل دنیا را رسم و چیزای شد. شکر که هستی، شکر میکشیم. یا ما محمد منیر مصمم دیگه، ما استاد پوانتون بودم تا سال 71، بعد از اون داد طلبانه کار کردم، باز مهاجر، باز دکتر ملل متحد شدم در افغانستان. دکتر یعنی ما تقریبا 3000 خارجی را ما معاینه و تداوی کردیم. شما همیشه خدا خوش نگاه کنه، شیطان دشمنتان بسازه، ارث زیاد نکنه، قناعت داشته باشه. یک چیزی که پیدا شد شیطان وجود داره. بعض انسان هاست که قیافهشان انسان از دستل شیطان هستن، از واب بپرهیزی. خوش آمدین در جمع دکترها. ما از وقت ژورنالیست ها را هم کلشان تماس داشتیم، هم دوست داشتیم شان. خودت خودگا بازی سیکو دمو چی سلیمان قالینچه سلیمان از چیست کم تو شیشتگی سی طرف طرف میبره حسن علیزاده. و امروز شما را پایین کرده در اینجا دیگه سلیمانی ساختین مجلس ما را. یک دنیا تشکر. خوشوقتی ما را شما ده برابر ساختین با آمدن تان. سلام چطور هستیم؟ دکتر صدیق هستم، در هاوارد یونیورسیتی هسپیتال کار میکنم و مدت بیشتر از 2 سال میشه که از افغانستان امریکا آمده. در سطح بابت در افغانستان خونده؟ بله، من متخصص نسل اولادی هستم و همچنان ماستری دارم در پابلیک هیل. درس خود در افغانستان خوندیم و اینجا بعد از سپری کردن 2 امتحان دوباره تانستم که در مسلک خود کار کنم. مبارک باشه. دکتر سبال، من میخواییم که یک بچگک پیدا کنم، دخترکم جوره شوه، چی کار کنم؟ خنده کردیم؟ خب تصمیم بسیار خوب دارین، خداوند میروانه. دوگانگی باشه میشه انشالله. میشه، خدا میروانه. خداوند میروانه سا بردم. بفرمایی شما شوخی های مخو بلد هست؟ خطیزه نام خدا سرخو سبز سیاه بیرق افغانستان. شما لطف کنید شما خدا معرفی کنید. دکتر محفوظ ابرومند هستم، متخصص نسای بلدی. شما هم در افغانستان درس خودیم؟ بله در افغانستان خودیم، 4 سال بیتر در ویرجینیا هستم. خب چی توصیه دارین برای خانمی که به من پاس میره؟ این سوال جدی است. عصبی میشه، هات فلش میشه، چیکار کنه؟ امر تعویض دیگم باید عملیات جرایی کنه؟ نه اصلا. راجع بعد مداخله جرایی به صورت و به مو شکلی که جوان شدن یک پروسه بسیار نرمال و فیزیولوژیک است. بعد از اینکه یکی از مراحل بسیار مهم و بسیار خوب زندگی یک زن منیپوز است و یک امر بسیار طبیعی و بسیار ناامیدی داره. اصلا ناامیدی نداره، به خاطر از اینکه خب باید که بسیار استقبال خوب کنن از این مرحله عمرشان. هم اما چی کنن؟ بخوریم چیزهای نرمال مثل سابق هیچ اصلا نمیتونیم که ایره شما یک به هیچ وجه یک چیز مرض نیست، یک پروسه نرمال زندگی است. نخیر این هیچ اصلا تاثیر نداره سر زندگی یک زن. شد باز شیده بخونیم. جوانیم بهاری بود بگذشت، با ما یک اعتباری بود بگذشت، میان ما و تو یک الفتی بود که آنم نو بهاری بود بگذشت. شکر از شما، خوش دیدیم. که چیدیم یک گک بگیریم امروی نزدیتون دکتر موبیم بگیرم پرکتیکل لایسنس پزشکان هستم، همین برسن به تخصصم در سان آنتونیو تکساس مصروف خدمت هستم. اونا هم همراه خانم خوش آوردن و خوشحال هستم که نار هستم. دکتر سلیم هستم ویدیو دکتر شوائب اوبایی آردیم. و
دکتر صاحب شاید هم از گروپ های 66 هستن از سندیکیان هستن و این تیم هم از شاید برادو داریم در آینده همه دیگر دکتر صاحب ها در خود جمع خود داشته باشیم. دکتر صاحب آبودی هم لایسنس فیزیشن هستن فامیلی مدیسن سپیشلیست در تورنتوی کانادا و کلینیک دارن کار میکنن اتفار افغانه ما در تورنتو هستن. دکتر صاحب زبیر حبیب دکتر صاحب زبیر از جمله دکتر صاحبای غیر همدازه فعال هایی که داخل امریکا و در خدمت شده داخل افغانستان در پروگرام های تدریسی و خدمت افغان ها هیچ نوع کمک دریغ نکنه و میکنه نه هم باعث این مرشد رادیولوژیست لایسنس فیزیشن در زنا مسئول خدمت است. دکتر صاحب اکبر مفیدی دکتر صاحب افیدی از جمله فن گروپ و انترتینر و انسان است که میبینی با دیدن چهرش نمیتونی خدا بگیر انسان معدب، انسان خشاش انسان است که بر ما انرژی میده. در گروپ ما هستن اسخال 67 فارغ شدن خدمات بینا میکنن در تیم ما قابل تشبیه کنن در خدمات هستن. هدف اصلی از این گردهمایی کمک بر مردم افغانستان به سیستم طبابت که ما داریم در اونجا و در کجا شما طب خواندیم؟ افغانستان در کابل طب خواندیم. وضعیت افغانستان چطور میبینید که شما می تجاربتان پس ببرین در خدمت خلق الله؟ مشکل نیست چون رشته طبابت کدام رشته سیاسی نیست و کدام دکتر چیزی که هست یک مسئله که هست خود طبابت که کمک نو بشر هست یعنی کمک برای بشر است و این کدام مرز را کدام دین را کدام جریان سیاسی را یا هر نظام که باشه تفاوت نمی کنه. هر کسی باید تداوی کنن میگه گر آدمی مخالف طرز بشر ما باش. خوشحال هستیم از دیدنتان نصیره جان گل. ما از جرمنی از هامبورگ آمدیم. خوش آمدی و خوش آید برای آمدنت. هزار جان گرامی فدای هر قدمت. زنده باشید. ما سلطان نجم عبادی هستم. دو دکتر واقعا دکترهایی بودن افتخارات افغانستان. شما خانواده نجم هستم قبل قدر هستم. زنده باشین. شکر که شما را دیدم. میروان هستم. بفرمایین که همه مصطفیت هم منتظر تانست. شوارم دکتر عبادی. نام خود از زن شوار دکتر. خوش آمدین دکتر سید عبادی. دکتر سید بهای عبادی هستم. ما مزامبورگ آمدیم. خوش آمدین. لطف کرده. ممنون شما. خوروار شما. وضعیت وطن چطور میبینین که زن شوی بخیر برین پیش طالبا؟ بسیار دق شدیم. میخواین برین که وطن دارایتان اتمن اتمن فاکولته را خلاص کردیم و برآمدیم آمدیم جرمنی و به منجا شروع به کار کردیم و زندگی ادامه پیدا کرد. ما شما را بسیار دیدیم. نظیره جان کریمی. نظیره جان قند گل. نظیره جان گل قند نبات. محمد مهدی نجید. آقای مهدی شما دکتر چی هستین؟ دکتر دیالیز هستم نفرولوژی. بله. کسایی که داره او را نگاه کنید. کسایی که داره باید که شکر خود زیر کنترل بگیرن که دیابت نگیره و فشار خون. امی دوتا مادر مرض است که شکر حالا ما هم یک مرض داریم دکتر سب چطور خون؟ خدا نخواسته باشه انشالله. خدا دکتر است پیدا کده گه مرض شما مرض بگویم؟ بگویم. مرض شما مرض خوشرویی است. مرض عشق؟ خب اینمی خودش هستک. بدون عشق دنیا هیچ هستک. میگه با عالم هر کجا درد دلی بود به هم کردن و عشقش نام کردن. راست میگه. شما چه قدم دکتر عشق تو توصیف میکنه؟ عشق اصلا عشق از معرفت خداوند شروع میشه و بعد از دیگه اینمی تمام عالم که ببینین عشق است. و عشق راستی سیا دروغ؟ تداوی ندارم. دیدار. دیدار. دیدار دوستا. من به عشق باور ندارم دکتر صاحب. کی میگه عشق ماندگار است؟ بله. یکی ساس پایدار است. یکی خوش قای باور هرگز نکنی. عشق آره یک دروغ است، یک جنون است، یک فریب است، یک فسون است. بله. گوش کو عزیز من، گای عاشق نشوی. عشق مثل آتش است، یک جنون سرکش است، مثل یک جرقه است، زود خاموش میشه، مثل که زود میآید زودم فراموش میشه. پس دیگه دوای عشق هم دیدار است.
یک عالم تشکر. تشکر. گردایتان خوب نگاه کنین، فشارتان نمانین که بالا بره، فشارتان هم کنترل کنین. بله. شما خوش بگذارید. کجا تشریف دارید؟ سان دیگو. یک دفعه دیگه محمد مهدی نجی. خوش آجام بگه این شب ای فرشته رحمت بلا شدی. خوشگل شدی، قشنگ شدی، خوش ادا شدی. همه زیارت دو آرزو کنند. مشهد شدی، مدینه شدی، کربلا شدی. خیلی خوش شدی. زنده باشی، زنده باشی. مرا خجالت میتین نظیره جان عزیز. و ما افتخار بخشیدین که شما آمدین، از پروگرام ما شما گزارش جور کردین. واقعا جای خوشیسته. تشکر که مرا دعوت کردین. خواهش میکنم. چطور نیست بر ما وقت گذاشتین، بر ما بسیار کلان گپ است. فقط یک مسیج کوتاهتان میگیرم که زنها و دخترای افغانستان امکان خواندن و دکتر شدن ندارن. چی پیام دارین؟ چی اسم میکنین؟ والا واقعا از بابت بسیار زیاد جگرخون هستم و هیچ آدم نمیفهمه که چی کدام میتونه که آدم که دوباره دخترای ما چقدر که نیم قشر افغانستان رو تشکیل میتن، اینا دوباره بتونن که تحصیل کنن، درس بخونن، کار کنن، به آرزوهای خود برسن. واقعا جای بدبختی است که فعلا هر کس که دکتر باشه تو مقبول میباشه. من خجالت میکشم. شما ایتان مقبول است که تو میبینین؟ حتما دکترها غذای خود را توجه میکنن، ورزش میکنن. راز زیباییتان چی است؟ من خجالت میتن، خجالت میتن. حیوان باشه بر دیگرها، بر ما والا ورزش کامتم. غذا؟ غذا به والا قدر نیک کوشش نمیکنم، هیچ چیز تعداد شده من نام خدا همیشه همه تو بده بخشی و صد سال دیگه زنده باشی بشرا جان که در دایر شدن یا دایر کردن تو مجالس کمک کنی. تشکر بسیار زیاد. زنده باشین. امیدوار هستم که همیشه مجدای خوب بر زنها و دخترهای افغان داشته. بسیار زیاد تشکر. یک عالم تشکر بسرای عزیز. ممنون از دوانتان. ما عارف علی میستم. ما از دکترهای نسایی ولادی به اصطلاح بگویم سابق کابل هستم که در ابتداد مستورات، شفخانه مستورات و بعد از او در زایشگاه کار میکردم. بعد از او که مهاجر شدیم به کشور سویدن آمدم و در اونجا پس دوباره دیپلم خود در همی رشته نسایی ولادی گرفتم و کار کردم و در سال 2017 متقاعد شدم. اما به شکل به اصطلاح پرایویت یا شخصی و کار خود ادامه میتونم. هفته دو روز سه روز کار میکنم تا هنوزم. در گذرگاه زمان عشق ها میمیرن، رنگ ها رنگ دگر میگیرن و فقط خاطره ها چه شیرینن چه تلخ دست نخورده به جا میمانه. چه خاطره شیرین چه خاطره تلخ از افغانستان دارین؟ از جریان کارتان قصه کنین. جنگ ها شد، شفاخانه زایشگاه یا ملاله زیجنتون راکت خورد. من خودم زمانی که ولادت میکردم آمدم دکتر صاحب گفتن شفاخانه راکت خورده از اینجا اونجا و از اینجا اونجا. یک کسی گفتی خواهد خبرنگار در الکین ولادت دادن. شما چه خاطرهای تلخ و خاطر دارین دکتر صاحب؟ ادوار مدت در چند دکتر بودین با توجه به یک خیلی جوان مونده نام خدا؟ نه، من سنم کلان است، من آدم خورد نیستم. من 43 سال است که باعث دکتر نسای ولادی کار میکنم. فعلا گفتم که متقاعد استم، اما بازم راز جوان موندنتان خیلی چی است؟ نه جوانم نمانده، ظاهرش جوان معلوم میشه دیگه. خب به هر صورت از خاطرات زندگی گفتین. خاطرات زندگی نجیب الله، شما دکتر بودین و افغانستان. بله، در زمان نه، ما در زمان حفیظ الله امین و ترکی در اون زمان ما دکتر شدیم در کابل. در شفخانه مستورات در سال 1980 به حساب چیز بگویم ما کار خود شروع کردیم در بخش نسایی ولادی. بعد از او باز شفخانه مستورات به زایشگاه انتقال شد. دیگه 14-15 سال را در اونجا کار کردم. آخرین کار ما بایسه شفه یا شفاخانه زایشگاه بگویم بودم که ملاله زیجنتون با گروه احزاب اسلامی قدرت به دست گرفتن بعد از سقوط حکومت نجیب. بعد از او به یک سال دیگه به حیث رئیس تعلیمات متوسط طبی در وزیر اکبر خان کار کردم و بعد از او باز بنابر نارامی های که در کابل شروع شد مجبور به ترک وطن شدم و مهاجر شدم در پاکستان.
و بعد از 6 سال مهاجرت در پاکستان، در اون مدت هم یک مقدار کار میکردم در تبنگرار میامدم درس میدادم، اما بعد از 6 سال باز مهاجر شدم و سویدن آمدم. خاطرات که گفتین مشکل است آدم به اصطلاح خاطرات حساب کنه یا بگوید، چون تمام او سالهای زندگی پر از خاطرات بسیار ناگوار هست که آدم گفته نمیتونه که کدامش اولتر آدم یاد کنه بگوید. ببینین یک طبیب بی‌طرفانه همیشه قضاوت میکنه، قضاوت ها باید بر مبنای عدالت باشه. دکتر صاحب، شما از موضوع یک طبیب بی‌طرفانه فارغ از مسائل سیاسی، وصف لیدر در افغانستان چطور تعریف میکنین؟ و همینطور که گفتم برای شما طالب و غیر طالب انسان برای شما مهم است، یعنی اگر طالبا یا فعلا قدرت دارن در افغانستان بخواین میرین افغانستان که مردمتان مرهم گذاری کنین؟ ما با طالب یک هیچ گونه وجه مشترک ما امروز با طالب نداریم، یا در واقع بگوییم طالب با ما نداره. ما طبیب هستیم، پای سگ هم بشکنه ما بسته میکنیم و تداوی میکنیم. اگر طالب مریض شد و پیشتان بیایی تداوی میکنین؟ بله، اما طالب پیش من میایه، من چون دکتر نسایی هستم. خانمش خود میایه؟ خانمای خود اونا خود ضرورت ندارن که پیش دکتر مرد بیارن و دکتر مرد تا اجازه نمیتن که با زن صحبت کنه. از اون سبب ما یک بگوییم که طالب با ما آشتی ناپذیر است. در غیر دو برای ما کدام اهمیت ندارم، اما متاسفانه که در شرایط فعلی ما و شما نسبتاً گفته میتونیم که بیوطن هستیم. افغانستان وجود نداره که آدم با او دل خوش کنه و در کوتاه مدت حداقل ما نمیتونیم افغانستان از چنگ طالب بکشیم و در اونجا یک رژیم دموکراتیک با وجود بیایه و مردم یک زندگی نرمال پس اثر بگیرن. خدا بزرگ هست گفتین بی وطن هستیم، اما شما به فکر وطن هستین. بی وطن نیست غریبی که کند یاد وطن، در وطن بوده بی یاد وطن بی وطن است. امیدوار هستم که روز پس بخیر همین ما شما بریم. یک عالم تشکر دکتر صاحب، خدمات شما قابل قدر است. نام شما در تاریخ زرین طبابت افغانستان درج است. همه مردم افغانستان از شما خاطره داره. شما را خداوند 100 سال زنده داشته باشه. خورشید نما بس جهانگیر شوین، 100 ساله شوین و بعد از آن پیر شوین. قربان تا قربان. نام خدا نجیه جان دیگه. او مای گاد، کس هیچ صدا شما رو نداره دیگه، هیچ کس. حالا اونجا خدا خیلی خیلی بسازم کرد مادر میگه یا که یک ذره میگه بسیار. نام خدا، نام خدا، یور سمتینگ قندستی قربان سر دور چچگه که پلنگ داری و مستی برای چچگه که پلنگ. حالا شما بیادر این نیک بینست شما بیادر خانده، بیادر خانده، برو خدا جور برادر بزرگوار. خیر باشه. شب چی است؟ میگه شب وصل است و با دلبر مرا لب بر لب استم شب. شب وصل است و با دلبر مرا لب بر لب استم شب. شب که از روز خوشتر باشد آن شب امشب استم شب. دارم که شیر یاد داری؟ یه از کجا؟ در کجا جای میدی؟ راست شکر. ما دو موضوع را میخوایم یادآوری کنم. یکی از دکترای افغان در نروژ که دکتر کولورکتال سرجن است، یعنی جراح سرطان عمو، و او زیاد در کابل میره کار میکنه. یکی پیام از اوست و یکم پیام انجینیر صاحب فدا، غلام فدا، که یکی از انجینیر بسیار ورزیده و افغان بسیار وطن دوست است. این دو پیام براتون میگم. در قسمت دکتر صاحب نذیر نعیمی که در نروژ تشریف دارن و دمی هفته برای من گفت که من طرف دبی میرم و از اونجا به کابل میرم، هر سال چند ماه میرم و در کابل دو مرکز فعال شده بود برای مریضای سرطان که متاسفانه مریضای سرطان در افغانستان اگنور میشه و بعد کس توجه نمیکنه و اینا تونستن که بعد از زحمات زیاد یک مرکز در شفاخانه جمهوریت باز کنن و متاسفانه در این دو سال آخر
دکترایی که بودن گرچه دکترای آنکولوژیست نبودن که او تخصص داشته بوده باشن، اما ترین شده بودن مثل که در امریکا این رقم میشه در جایی دوردست مناطق دوردست کسا را ترین میکنه بر چند ماه اونا هم تداوی چی را با کمک تلمرسن میکنن. میگه امشب هی فرشته رحمت بلا شدی، خوشگل شدی، قشنگ شدی، خوش ادا شدی، مردم همه زیارت تو آرزو کنن، مشهد شدین، مدینه شدین، کربلا شدین. نام خدا، نام خدا نظیره جان. همیشه هم صاحبایتان میبینم راستی که جای افتخار است. گپ زدنتان، سوال کردنتان، منطقی بودنتان، نظر به ایچ کیس، کیس بای کیس بی‌طرف هستین. اینمی بسیار خوشم میایه و هم تو ادامه بتین. کاش که چیز گام در پولیش اضافه میشه مقبول میبودم یا خوش اگر نه، نام خدا مقبول روی بل میزنه. قد سعی کنین مویایتان ایچ پید نیست. اگر پیرم شدم میفهمین چی میکنم؟ گرچه پیرم تو شب تنگ در آغوشم گیر، تا سحرگه ز کنار تو جوان برخیزم، پیر گردیدم و دل را به جوان دادم، موسمم گرچه خزان بود بهاری کرد. من زاک میکنم کال نگونی که نیباشید نظریه جان خوب میکنه. نام ملطیف است. ملطیفه جان خالی خوردم هم نام دارد دکتر چی است؟ و اینجا نرس پرکتیشنر هستم، در سپاینل کورد کار میکنم، در افغانستان در جرعی کار میکردم، در جرعی علی آباد. اینجا که آمدم نظر به اولادداری، فامیل این چیزا نتانستم که برد خود بگیرم. حالا اگه در جرعی کار کردین مروی خود کم کش کنم؟ هیچ ضرورت ندارین. چه قصاید فکر داره؟ نه حالا بسیار پروسیجرهای دیگه است که میتونین بکنین. چی مثلا؟ که امیال سش گپ میزدیم، مایکرو نیدلینگ و اولتراساوند. میگه که گردنم پیر نشه. نه اولتراپی. او چیست؟ اولتراساوند تراپی. قیمت هستی ارزان؟ ار سیشنش فکر میکنم 12 ساعت است. پول everything is money. میگه در این دوران که تنها میتوان با پول آدم بود، محبت، عشق، پیوند و جدایی واژه های مضحک و ناآشنا هستند. بی پول نمیتوان زد پا در حریم کعبه، مفلس مکان ندارد در خانه خدا. پیسه که نداشتی هیچ. بعد صورت چی کنم؟ ورزشه بگو یک چیز مفته برای غریبا چی کنم؟ غریبا برن اچ کنم غریبا دعا کنم اچ کنم. اسم ماری عمر، در کابل در فاکولتی تر بودم، امرای لطیفه جانشان اسمف دو بودم که برآمدم، باز امریکا آمدم. امریکا حال فیزیشن اسیستانت هستم در جرای قلبی در شفاخانه نیویورک در مان ساینای هست. من چطور کنم قلبی نگیریم؟ خدا نکنن و جوان هستی برد خیگان مقبول ها رو که میبینم قلب میتو گوت میکنم. حالا اگه شما بیاین افغانستان برین یا طالبا مریض شود تداوی میکنی قلبش؟ اگه متقیر یا ملا حسن یا هیبت الله رو مرض قلبی بگیره ماینش میکنی؟ ببینی مریض است. خب از اگه او بگو یک حرام زن هستی مجبور میشه که قبول کنه. اینا شما بفرمایید دکتر صاحب، اینجا طالبا ببینین چی مسجای عاطفی تنظامیز ما میگیم، برسی که اگه خانمتان مریض شوه خودتان مریض شوید، یا خانمت اگه مریض شوه یک مرد خونه میمانی. پس بگذارین که زنها دخترها تحصیلات خود ادامه بتن، دکتر شوند، نرس شوند، در غیر از پیشکی میبری خانمت که ولادت کنه. دایام نیست، دایام یک تحصیلات ابتدایی کار داره. خوش بگذره بر شما. کجا زندگی میکنین؟ نیویورک. شما کجا زندگی؟ نیوجرسی و نیویورک. ما میایم هفته دیگه جنرال اسمبلی است. میبینم اتانا. نامک دار؟ ماری جان. نامم لطیفه فدایی. لطیفه جان فدایی، چشم نم ناک چوم یار، جگر خونی چرا خاک چوم یار. ندیدم مهر و وفای ترم، شب تاریک و مهتابم نیامد، نشستم تا سحر خوابم نیامد، نشستم تا دم صبح قیامت، قیامت آمد و یارم نیامد. عشق قیام بد. دوستان عزیز، مجله لمر، شما میفهمین که توسطه یک گروه اداره میشه، مدیریت میشه. در خانه جان زین بلاخر پیزدین، خوش آمدید در خانه جان. خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید. مجله در کجا رساندید؟
جناب فضل خدا روان است جریان داره محتویاتشون خیلی خوب زنده باشین شد در کدام مجلس آمده گرده همویی دکتر صایبای افغان امریکای شمالی تصمیم گرفت فکر کنم دور دومشان است که با هم یک جایی میشن دیگه با هم افتخار اشتراک در این محفل داشت شکلاستم همشیره سبور جان کدام سبور جان؟ جان نگبین من جگر خون میشم به خدا دکتر سبور نگبین الهی روح و روان ازیشاد باشه یادی عزیزش گرامی باشه یکی از دکترهای مجارب بسیار مهربان گرچه میگه دکترها منت میتر کشنده تر از درد مهنت طبیبان است خوش از درد مرا به شرط آن که بیدوا باشه اما او واقعا مهربان بود از لحاظ روانی مرا تداوی میگه خب اول خود معرفی شما هم دکتر هستید دکتر مینا کجاست؟ مینا جان نتونستن بیاین سلام برش بگویید شما دکتر هستید؟ اینجا باز نشدیم دیگه دکتر خیلی دکتر از اناتومی یک اناتومی بی بی جان اما خیلی دکتر مقبول سکسی شما لطف کنین خود معرفی کنین من دکتر فاروق احمدی هستم از کانادا آمدیم خوش آمدین تشکر سرم دست نه که تب دارم نام تب عشق تو روز و شب دارم بهترین خوش آمدید. بیا دکتر صاحب. میگه دلم دیوانه بود دیوانه تر شد طبیب آمد به بالینم بتر شد طبیب آمد دوای عاشقی داد دوای عاشقی خون جگر شد حالا عشق دوا داره؟ والا داره اگه دوستش مهربان باشه تداوی میشه آقا در سرش اگه او عشق بره چطور با دکتر چی نقش داره؟ همین آدم میفهمه میگه عشق دوایش دیدار است بفرمایه نیست عشق سبیل دیدار نداره از امو خاطر میگه با عالم از کجا درد دل بود با هم کردن و عشقش نام کردن بفرمایه دکتران عاشق میشن؟ یاد ما رفته دیگه با کسب شما خود معرفی کنید زلمه ای وطن یار زلمه ای وطن بیا بیا که تو سکسیست اینجا ساچو که عکس بازار پیدا کنه آده اصل تکنولوژی نوسته خوب رویا رای پیغمبرا دوشتان برو که نظر نشی دختر بخواب حالا من چی کنم که پیر نشم دار کسر اونم کاری که میکنید اما به تیبرزی که پیر نشدی گرچی پیرم تو شب تنگ در آغوشم گیر تا سهرگز کنار تو جوان برخیزم ما رفتیم تشکر اما از دیدنت خوش شدم هم خفه که دکتر سم یادم آمد چون بسیار شما دوست بهترین دوستم بود میفهم یه خاطره دکتر سم نگبینه بگویم مریض که میشتم که میگفتم دکتر سم مریض هستم شبخانه برو میگفت نگفتم از چی میفهمی جادوگر هستی؟ میگفت همی که مریض بله میگه دکتر میفهمه که جور است یا ناجور بفهمه 3 تا 5 میلیون ما فعلا در داخل افغانستان معتاد داریم طالبان کاری که کردن تمام معتادین جمع کردن در دو شفاخانه است اینا اونا را مگه در یک دریا انداخته شد نه 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 اینال دکتر سب مورید در رشته معتاد دراگ ادیکشن اینا در باستن مدیکال سنتر اینا فیلوشپ میکنه تخصص خوده میگیرن اینا لطف کردن در یک سیمینار های ما که در افغانستان بود شرکت کردن یک تعداد زیاد دکتر علاقه گرفتن و ما میتونیم پروتکل های تداوی امراض حتمی نیست که شما باید برین افغانستان یعنی شما... پروسیجر هم کار داره که یک معتاد عادی بسازیم بله کمی پروتکل ها را از طریق اینترنت برشان روان کنیم آنلاین هم چیز در اونجا و بسیار آسانی و بسیار سرعت میره بنابراین دکتر صاحب مورید میتونه که یک مازمی خاطر امروز که آمده ایم خود چی را داریم که ما شما از اینجا چی کمک کرده بتانیم که معتادین تداوی درست کنیم اتونه که از زیر پل جمع کنیم در دریا پرده امین مهمه امین قسمه که ما و شما میفهمیم اعتیاد در اصل یک مرض است مثل از این که مرض شکر، فشار خون، امراض قلبی توبرکلوز همه گیزی ها امراض دوامدار است که به تداوی نیاز داره اعتیاد به مواد مختلف مثلا توبکو یا سیگرت که وطنهای ما میزنم تریاک بله بله تداوی سیگرت الکل و این مواد نشاور مختلفه که استفاده میشه
متاسفانه در جوامع ما مثل افغانستان به اعتیاد و به کسایی که مواد مصرف میکنن به دیدگاه مورال فیلیر یا مبتنی به مجازات و مبتنی به کمبود اخلاق میبینن، در حالی که در جوامع دیگه این تداوی داره، مثل امراض دیگه پروتکولا وجود داره. چی میبره به معتاد شدن یک جوان یا یک شخص؟ علل مختلف داره، غم روزگار، اقتصاد، عاشق شدن. غم روزگار یکی از اوناست، ولی می رقمه که امراض دیگه عوامل ژنتیکی و ارثی داره. در این هم تحقیقات مختلف نشان داده که کسای افراد مثل امراض دیگه جین های بافت کروموزومیشان وجود داره، نشانهایی که اینا را به اصطلاح مناسب تر به معتاد شدن می سازه، و در صورتی که باز اینا به عوامل محیطی و فرموده شما فشارهای روزگار و همچنان معروض شدن به مواد از طریق دوستا مواجه شوند، آست آستا معتاد اعتراف میشه که مواد مخدر کس استفاده کنه اما معتاد نشه، سوشالی بگیرن. که ما میکنیم معتاد خود همی اعتیاد مرضی است که مواد مصرف میکنی و در آخر در مجموع این مواد برای شما ضرر صحی داره، اما وقتی که شما به مرحله میرسین که با وجود فهمیدن از اینکه ضرر داره برام، با وجود از اینکه میفهمین که زندگی خانوادگی، زندگی اجتماعی شما را متاثر میشه به گونه منفی، همه غلط میکنن، میگه شراب تلخ میخواهم که مردفکن بود زورش که تا یک دم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش، از همه روزگار مردم میرم. راههای مختلف وجود داره، امی رقم که ما برای تداوی مرض شکر ما تداوی داریم، برای از اینا هم تداوی داریم. با کابل چطور تماس میگیرین؟ با طالبا که برین امو معتادین زیر خودت؟ ما فعلا به اصطلاح عامیانه با فوق تخصص خود فعلا دکتر فامیلی مدسن هستم، از کالیفرنیا خلاص شدیم، فعلا در شفخانه باستون یونیورسیتی فوق تخصص ما میکنم، و دلیلش همی بوده که همیشه آرزو داشتم که اگر یک وقت شوه افغانستان آرامی شوه مبرم مبرم. هنوز که اعتیاد بپذیرن هنوز بشور مشکل است که بگویم آرامی شده به شکل، و کاری که فعلا ما کردم ایتانم امروز قسمی که امروز دوستا و دکتر صاحب بابوری صحبت کردیم، ما همی تجارب خود فعلا به امروز دکتر صاحب جوان از طریق آنلاین مثلا لکچرها به دکترهای جوان در شفاخانه افغانستان، و امیدوار هستم روز شبه که بتانیم دمی بخش تداوی معتادان پروگرام های رسمی بسازیم که دکترها را آموزش بدیم. یک دنیا تشکر. لطف کنین خود معرفی کنین که بیاییم به سراغتان یک مصاحبه اختصاصی داشته. من نام مرید علیم است، از کابل پانتون طبی کابل فارغ شدیم سال 2008، فعلا در باستون یونیورسیتی در ادکشن مدیسن یا تداوی تبابت اعتیاد فوق تخصص بگیم. دکتر بسیار تشکر. افتخار میکنیم که ما یک دکترها در بیرون مرزی داریم، در بیوطنی میگه گل به نظر خار آید. طالبا که بسته کردن دل دخترها رو، این کار خراب است، روی زیر بند نکنن، ورزی که اگر مکتب بند شه تمرین فیزیکی هم بند میشه، خانم ها زیاد کار داره با ورزش تا اولاد صحیح بیه، صحیح تربیه کنه، جسامتشان صحیح باشه، از نظر طبابت باید یا تمرین و مشق فیزیکی هم داشته باشه. ما از حبیبی ها برامدیم سر گفتیم که سنتگر ما مای مادم در پرگرام هایتان دیدیم در این باره زیاد خوب بود، شرافت داشت، هیچ در صفت نمی گنجنه، ما زیاد همیشه دعا میکنیم استاد های خدا قد بلند بوده شما هم کده شکر ممنون. اسپیچ بسیار خوب موفق باشین، شما را بسیار بشناسم، من در یوتیوب بسیار دیدیم تانا، چه از شعرهایت مقبولت نگفتیم که این شاعر است، هیچ یادم نمیمونه که تاریخ جهان می سازد، شهکار شگفت جاودان می سازد،
با دانش خود روید به سوی افلاک دنیای دیگر به کاروان می سازد. من تعجب میکنم که چطور میتونین قدر شیر از یاد کنین. اگر زن نمی بود عالم نمی بود، نشانه ز اولاد آدم نمی بود. آفریدان من امی شما را بسین میکنم که راست. اگر زن نبود چهره دنیا صفا نداشت، شادی نبود این همه شور و نوا نداشت. چی خوب خواندنای مظاهر است ما یاد داره. نامتان بگوین. من نفیسه مجدیدی است. مادر من نفیسه جان نام دارم. مادر من نفیسه جان کریمی. کجا زندگی میکنید؟ ما با فلوریدا زندگی میکنیم. خواهم ز خدا خسته و درمانده نباشی خانم مجدیدی. محبوب خدا باشی و شرمنده نباشی. ای دوست الهی در این عالم استی سر زنده بمانی و سر افگنده نباشی. Can't believe it. ممنون محفظ باشه. نگفته نباید گذاشت که این محفل باشکو در چهر بلاسم بنکت هال در ایالت زیبای ویرجینیا برگزار شد. محفل در فضای تفاهم و با صرف غذای خوشمزه افغانی و تعاوت‌های خوب از سوی دکتران و پایان رسید. نظیر عظیم کریمی، NK میدیا، مقر چهر بلاسم، ایالت زیبای ویرجینیا.